بچه عزیز، یک پرسشی که این هموطنان چند البته چند بیننده زنگ زده بودن، گفتن با از آقای دکتر دانش راجع به این فساد و فساد مالی و چپاولی که در تمام ارگانهای دولتی ایران قوقا میکنه و اصلا سر به فلک زده، کسی هم نمیتونه اعتراض کنه، هر کی اعتراض بکنه میره گوشه زندان یا مفقود الاثر میشه یا شغلش از دست میده و مردم دندون رو جگر گذاشتن، اما این فساد و بریز و بپاش و حقوقهای بالا به نور چشمی ها دادن، این وحشتناکه. و خیلی چند نفر یعنی خواستن، وقتی به چند نفر که زنگ میزنن یعنی این موضوع بسیار اهمیت داره، به ویژه که در اخبار ما میشنویم. نظرتون چیه این فساد مالی؟ خب البته رکورد چکونده در جهان، الان ایران از لحاظ فساد مالی دولتی میگن مقام اول رو داره، اگه دوم خوشبختانه از یک نظر ما در صدر قرار گرفتیم. واقعیت اینه خانم افشار که در واقع باید این مطلب اشاره بکنیم که فساد تمام بدنه رژیم جمهوری اسلامی رو گرفته و مثل موریانه در واقع فساد ستونهای نظام رو داره میجوه، و اگه روزی هم رژیم جمهوری اسلامی سقوط بکنه بر اساس همین فساد عظیمی است که در ایران وجود داره. توجه بکنید در کشوری که در مدت کمتر از 8 سال حکومت شخصی مانند احمدی نژاد 800 میلیارد دلار یا به سرقت میره یا معلوم نیست سرنوشت این 800 میلیارد دلار چی شده، و جالبتر از اون اینه که هیچ کس جوابگو نیست، یعنی از رهبر گرفته که خودش رئیس فاسدینه تا تمام طیف دیگر حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی، همه اینا فاسدن و هر کسی نسبت به موضعی که در جمهوری اسلامی داره میلیاردها و صدها میلیون و میلیاردها دلار از ایران خارج کرده. و ما موقعی که از فساد دولتی صحبت میکنیم، فقط فساد دولتی فساد مالی نیست، یعنی در واقع اون 800 میلیارد دلار یا صدها میلیارد دلاری که رهبران جمهوری اسلامی از ایران خارج کردن نیست، بلکه فساد در بدنه این نظام به وجود آمده و متاسفانه این فساد باعث شده که در بخشی از جامعه ارزش‌های اخلاقی تا از بین بره و فساد فراگیر بشه در جامعه ایران. من به چند رقم اشاره بکنم خانم افشار. موقعی که ما از فساد ایران صحبت میکنیم، فساد در ایران صحبت میکنیم، ابتدا به ارقامی اشاره میکنیم که خود وزارت دادگستری اینا اعلام کرده، یعنی شرکت هایی که در این فساد شرکت داشتن. و موقعی که ما از فساد شرکت های مختلفی که در ایران فساد انجام دادن صحبت میکنیم، میتونیم از پدیده های مانند شاندیز، بابک زنجانی، فسادهای بانکی، منصور آریا، دانشگاه ایرانیان، تأمین اجتماعی، صادق محصولی، معاون بانک مرکزی، رحیمی معاون اول و دیگران و دیگران صحبت بکنیم. در واقع این پول هایی است که خود دادگستری ایران با احکامی که داده تایید کرده که چنین فساد عظیمی وجود داره. توجه بکنین مبالغی که فقط همین شرکت ها، مبالغی که امروز فاش شده و خود رهبران جمهوری اسلامی اینو تایید میکنن، در حدود بیش از 2 تریلیون و 490 هزار میلیارد دلاره. اصلا این رقم رو نمیشه به زبون آورد. و سهم هر ایرانی از این سرقتی که فقط چند شرکت در ایران انجام دادن در حدود 249 میلیون تومنه، فقط چند شرکتی که در واقع امروز فاش شده که این فساد انجام دادن، از هر ایرانی 249 میلیون تومان دزدی کردن و سرقت کردن و از ایران خارج کردن. من لیستی را در اختیار دارم خانم افشار، لیستی است که
خبرگزاری CNN آمریکا اینو منتشر کرده و موقعی که شما به این لیست نگاه میکنین، اگه بخوایم در واقع این لیست رو در این مدت کمی که ما با هم وقت داریم ازش صحبت بکنیم، احتیاج به 2 ساعت وقت داره. فقط من کوتاه بهش اشاره میکنم، فقط خانواده آقای خامنه ای، خود خامنه ای و مسعود خامنه ای و مشتبه خامنه ای و مصطفی خامنه ای و دختران آقای خامنه ای طبق لیستی که اینجا وجود داره در بانک های خارج از ایران، چه در اروپا، چه در آسیا، چه در روسیه و حتی در کشورهای خاور دور، در حدود 45 میلیارد دلار از ایران فقط خانواده خامنه ای پول خارج کرده. من دیروز به یک لیستی اشاره کردم در رابطه با آقای حسین شریعت مداری، در یک برنامه به اون اشاره کردم و اینو یک مایلم یک بار دیگه اشاره بکنم. ببینین حسین شریعت مداری رئیس کیهان، یعنی به نظر من میتونیم ازش به عنوان سخنگوی مطبوعاتی شخص رهبر صحبت بکنیم. موقعی که از حسین شریعت مداری صحبت میکنیم، جالبه که این شخص طبق اسناد خبرگزاری CNN آمریکا در بلژیک 320 میلیون یورو در بانک‌های مختلف بلژیک داره، در آفریقای جنوبی 240 میلیون دلار در خدمت خودش داره، در بانک‌ها داره، در مالزی 166 میلیون دلار داره، در روسیه 145 میلیون یورو پول جابجا کرده، در پاناما 89 میلیون دلار جابجا کرده، در لیختنشتاین اروپا توجه بکنید 1.2 میلیارد دلار پول جابجا کرده آقای حسین شریعت مداری، و در بانک های دیگه که من نمیتونم جزئیات اینجا مطرح بکنم برای که وقت زیادی رو میگیره، در حدود 238 میلیون دلار این شخص پول جابجا کرده. یعنی فقط شخصی مانند حسین شریعت مداری در حدود 2 میلیارد دلار از ایران خارج کرده. در این لیست افرادی مانند رحیم صفوی، این مشاور نظامی آقای رهبر وجود داره که در حدود 1.5 میلیارد دلار از ایران خارج کرده. شخصی به نام آیت الله مصباح یزدی، اینی که در واقع در مجلس خبرگان بود و از مجلس خبرگان بیرون انداخته شد، در حدود 2 میلیارد دلار از ایران خارج کرده. ری شهری، این جانی معروف، در حدود 3 میلیارد دلار از ایران پول خارج کرده. حسن فیروزآبادی، رضا نقدی و دیگران و دیگران. ما اگه بخوایم این لیست رو در واقع جمع ببندیم که چقدر پول خارج کردن، فقط در این لیست در حدود 140 نفر از رهبران ایران نام برده شدن که در حدود بیش از 150 تا 200 میلیارد دلار از ایران خارج کردن. آقای دکتر دانش، این ارقام سوت میکشه در مغز انسان. میگیم اینها واقعا چند بار میخوان زندگی کنن، چند تا قصر میخوان داشته باشن، چه مقدار تریاک میخوان بکشن، چند پرس در روز چلو کباب یا چند پرس دیزی میخوان داشته باشن. دیگه تمام بهترین رولکس های دنیا، بهترین جواهرات، والا جواهرات سلطنتی هم اگر داشته باشن، دیگه به اندازه اون هم داشته باشن، دیگه برای این حرص و ولع. مثلا این آقای شریعت مداری که میفرمایید، ایشون این مبالغ رو میلیارد میلیارد این ور اون ور جابجا میکنه فقط برای اینکه فحاشی کنه، برای اینکه یک کسی مثل نسرین محمدی که فعال حقوق بشره و برای این مسائل داره سینه چاک میکنه، برای ملت دل میسوزونه، بندازنش در زندان در بدترین شرایط به 16 سال زندان محکومش کنن. یک کسی مثل حشمت الله تبرزدی که یه پاش تو زندانه، یک پاش توی بیرونه، مبادا که فراموش کنه رنگ خورشید خاکستری طلایی نیست، بابت همین اعتراضات دیگری نیست که این ملت پا برهنه فقیر. برین تو دهاتا ببینین، فقط تو قسمت‌های ایران تو هتل‌های درجه یک و نمیدونم اون جاهایی که مردم سرسبز با اینها، نه یا تو اون برج بزرگی که شبیه برج از برج ایفل بلندتر درست کردن میلاد، اینها این 80 میلیون الان جمعیت ایران رسیده، در باسیلی دارن صورت خودشون سرخ میکنن، بچه ها مدرسه ندارن، کفش ندارن. این آقای شریعت مداری، این دوست در رأس مطبوعات که باید
روزنامه عمده کشور که باید حافظ مردم باشه، اصلا باید دولت رو بکشه زیر مؤاخذه، میگیره برای اینکه بخواد اینگونه سرکوب بکنه و اینگونه حق ملت رو بگیره. واقعا انسان حس شرم میکنه از خودش، اینکه بگه من هم هممیهن و هموطن این آدم ها هستم، هم زبان اینها هستم. ببخشید آقای دکتر دانش، این ارقام دیوانه میکنه انسان رو. ببخشید. واقعیت اینه خانم افشار که در ایران مافیا زندگی حکومت میکنه، یعنی موقعی که در رأس دولت یا در رأس جمهوری اسلامی شخصی مانند خامنه ای نشسته که در رابطه با این سرقت های عظیمی که انجام میشه نه تنها سخنی نمیگه، بلکه شخص خودش و خانواده خودش در این سرقت ها نقش اساسی رو داشته. موقعی که ما از ارقام صحبت میکنیم، عده ای چنین مطرح میکنن و انتقاد میکنن که این ارقام میتونه ارقام واقعی نباشه، ولی خانم افشار به این مطلب اشاره بکنیم، دولت انگلستان در سال 2009 چند حساب مشتبه خامنه ای را مسدود کرده، تا به حال مسدوده، که در حدود 1,600,000,000 در اون پول بوده، در اون پوند انگلیسی بوده. یعنی موقعی که چنین ارقامی فاش میشه، چنین فسادی فاش میشه که پسر شخص رهبر که میخواد رهبر آینده این کشور بشه یک چنین دزدی های عظیمی رو فقط در 4 حساب خودش انجام داده، در کنار اون دزدی های خیلی بیشتری کرده، من ارقامی رو بخوام نام ببرم واقعا باعث تعجب خواهد شد. خود مشتبه رو خامنه ای تا به حال بیش از 15 میلیارد دلار از ایران خارج کرده. فقط من به 4 حسابش در لندن اشاره کردم که 1,600,000,000 پوند انگلیسی در اون قرار داره و این فاش شد و کسی نمیتونه در واقع انتقاد بکنه و بگه این ارقام واقعی نیستن. ببینیم موقعی که فساد همه گیر میشه، دیگه تمام بدنه این جامعه رو میتونه در بر بگیره، ببیشه نظام جمهوری اسلامی رو در بر بگیره. شما یک صحبت بسیار جالبی کردین، مردمی که فقیرن. ببینید همین پریروز مشاور وزیر کشور ایران، یعنی یک شخص دولتی، چنین مطرح میکنه که در ایران در حدود 18 میلیون از مردم ایران در حاشیه شهرها در فقر مطلق زندگی میکنند. 18 میلیون، این آماریه که خود رژیم میده، آمار من و شما نیست، آماریه که خود رژیم میده. 18 میلیون از مردم ایران، یعنی 1/4 مردم ایران در فقر مطلق زندگی میکنند. البته باید به این مطلب اشاره بکنیم، این باعث در واقع نه تنها آسیب‌های زیادی در جامعه ایران خواهد شد، این شورش‌های مردمی را در بر خواهد گرفت. یادمون نره در زمان انقلاب اسلامی ایران این حاشیه نشین‌های شهرها بودند که به خیابان‌ها آمدند و انقلاب کردند و آقای خمینی چنین مطرح می‌کرد که زاغ نشینان ستون اصلی انقلاب اسلامی هستند. امروز ما در شرایطی قرار داریم که شرایط به مراتب بدتر از سال‌های آخر زمان سلطنت پادشاه ایرانه و در این شرایطی که در واقع افرادی مانند آقای تبرزدی و هر نیروی دیگری، خانم ستوده و دیگران و دیگران که دهن باز بکنن و از این فساد صحبت بکنن، طبیعتاً به زندان‌ها میرن و به زندان‌های 15-16 سال محکوم میشن، کسانی که واقعاً وطن پرستن و میخوان به وطنشون خدمت بکنن. بله، آقای روحانی هم علارغم حالا شعارهایی که میداد یا تلاشهایی که کرد، تغییر ایجاد نکرد در این 4 سال. حالا ما میبینیم که برای دوره بعد دوباره آقای احمدی نژاد از اون پشت ها آمده جلو، داره داده هوار میکنه. این جریان چی؟ آیا حمایت میشه؟ چون قرار بود احمدی نژاد محاکمه بشه، چطور شده که این آزاد میگرده برای خودشو هر وقت دلش بخواد از بلندگوی رسانه ها سوء استفاده میکنه و حالا داره باز دوره خود چی میخواد بندازه تو صحنه سیاست؟ این جوکه؟ ببینین همونطوری که یک بار دیگه مطرح کردیم، موقعی که مافیا در ایران زندگی میکنه و خوب در زمان حکومت آقای احمدی نژاد، ریاست جمهوری احمدی نژاد در 8 سال در واقع فساد به مراتب گسترش پیدا کرد در ایران و موقعی که آقای نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی چنین مطرح میکنه که 700 میلیارد دلار مفقود شده، 700 میلیارد دلار، اینو در واقع سخنگوی خود دولت مطرح میکنه مفقود شده، این نشون دهنده اینه که آقای احمدی نژاد و
امثال احمدی نژاد بخشی از این مافیا بودن و اینا در بدنه نظام قرار دارن و رهبر هم بخشی از این مافیاست و در رأس نظام قرار داره. یعنی رئیس سارقین به نظر من خود رهبر جمهوری اسلامیه. و امروز در تضادی که بین رهبران نظام یعنی ولایت فقیه بیت رهبری با دولت به اصطلاح اصلاح طلبان پیش آمده، امروز دوباره تخریب توافق اتمی مطرح شده و در این تخریب توافق اتمی دو نیرو در کنار هم قرار گرفتن. خانم افشار عملا در کنار هم قرار گرفتن، نیروهای داخلی بیت رهبری، سپاه پاسداران، علمای نماز جمعه که همگی اینها طرفداران بیت رهبری هستند، و از طرف دیگه عده زیادی در خارج از کشور مانند جمهوری خواهان در آمریکا. مارک روبیو همین چند روز پیش از تخریب توافق اتمی صحبت میکنه، تد کروز صحبت از این میکنه که باید این تخریب این توافق اتمی پاره بشه، و آقای دونالد ترامپ چنین صحبت میکنه که اون اگه به ریاست جمهوری برسه توافق اتمی رو پاره خواهد کرد. یعنی در واقع عملا بین دو نیروی داخلی و خارجی اتحاد عمل وجود داره در اینی که توافق اتمی رو از بین ببرن. و رهبران جمهوری اسلامی امروز افسوس سالهای قبل از توافق اتمی رو دارن میخورن. امروز ما متوجه داریم میشیم با آمدن توافق اتمی در واقع رژیم جمهوری اسلامی یکی از اهرم‌های سیاسیش از دست داده. دیگه نمیتونه رژیم ادعا بکنه که دولت آمریکا و غرب میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو تغییر بده. در تمام پیام‌هایی که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا به ایران میده اینو مطرح میکنه، غیر مستقیم و مستقیم اینو مطرح میکنه که ما غرب و آمریکا خواهان تغییر رژیم در ایران نیستیم. یعنی اون چیزی رو که آقای جورج دبلیو بوش میخواست، میگه ما خواهان تغییر رژیم نیستیم. ولی یک مطلبی بسیار مهمی رو مطرح میکنه، میگه مشکل نظام جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی مردم خودشون هستن، مردمی که در تضاد با رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفتن، مردمی که دست رد به این رژیم جمهوری اسلامی زدن، مردمی که در انتخابات هفت اسفند و در انتخابات دو هفته پیش نشون دادن که طرفدار بیت رهبری و ستون اصلی نظام یعنی ولایت فقیه نیستن و اینا نشون دادن. ولی در این شرایطی بحرانی که به وجود آمده و رهبران ایران افسوس سالهای قبل از توافق اتمی رو دارن میخورن، برای که در واقع روز به روز داره اساس قدرت اونها به لرزه در میاد. افرادی مانند احمدی نژاد رو دوباره میخوان به میدون بیارن، افرادی مانند احمدی نژاد و از نوع احمدی نژاد، حتما نباید احمدی نژاد رئیس جمهور آینده کشور بشه، ولی از نوع احمدی نژاد، و نشون بدن که ایران میتونه دوباره با سالهای قبل از توافق اتمی بره. و متاسفانه باید یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنیم، امروز نیروهای داخلی و خارجی در کنار هم قرار گرفتن. توجه بکنین دونالد ترامپ چند مدت پیش میگه من توافق اتمی رو پاره خواهم کرد. حسن حسین شریعت مداری برای دونالد ترامپ در واقع نه تنها هورا میکشه، بلکه چنین مطرح میکنه. حسین شریعت مداری میگه بهترین کاری که دونالد ترامپ میتونه بکنه اینه که برجام رو پاره پاره بکنه و نابود بکنه. این خواست دو طرفه. و عملا امروز ما میبینیم که نیروهای داخلی و خارجی، من جمله عربستان سعودی در کنار نیروهای خارجی، اسرائیل در کنار نیروهای خارجی و جمهوری خواهان، خواهان اینه که توافق اتمی از بین بره. و در شرایطی دوباره گل آلالود آب گلالود بشه و بتونن امکان این وجود داشته باشه که از گزینه نظامی استفاده بکنن و یک بحران جدید، آتش جدیدی در منطقه روشن بشه. اوه. حالا این نکته که فرمودین دکتر دانش توجه من برد به این سیاست خارجی جمهوری اسلامی در علیرغم تمام بحران ها در داخل ایران که خودش به وجود آورده. در میدونیم که هم در عراق دست داره و هم در سوریه، اما مشکل عراق الان این نیست که مردم به غلیان آمدن به گونه‌ای که
این اعتراضات و خیابونی مردم معترضان و هجوم اونا به طرف سفارتخانه ها به شکلی در اومده که پلیس گاز اشک‌آور استفاده میکنه، حتی تیر هوایی خلاص میکنه. مناطقی مثل ادارات دولتی در عراق و اغلب سفارتخانه ها به عنوان مناطق حفاظت شده و سبز اعلام شدن، چون از شورش مردم این آتش زیر خاکستر به ناگاه در عراق وحشت تولید کرده برای دولت عراق. و از سوی دیگه در سوریه پیشمرگ‌های کرد به همراه ترکمن‌ها، سوریانی‌ها، بخشی از عرب، گروه‌های دموکراتیک، اینا دارن با پوشش هوایی امریکا به مرکز داعش حمله می‌کنن. البته اینها در راستای حفظ منافع دولت خود سوریه هستن. می‌خوام ببینم نقش ایران الان در این بحران، یعنی خودش بحران در کشورش داره، یک مثلثی از بحران دورش هست در عراق و در سوریه. و یه خبری هم بود که نمیدونم 120 ایرانی از نیروهای درجه اول سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه کشته شدن، که چیز بعیدی نیست. در این چند سال همه کشته میشن، خونه ایرانی هم رنگین تر نیست و سپرش هم پولادین و یا به شکلی غیر قابل نفوذ نیست. اما میخواستم ببینم با این بحران جدید در داخل و خارج این گونه است که حکومت رو ادامه میده، یا اینکه در این بحران ها یه گونه بالاخره کمرش خم میشه. بالاخره در یک شرایطی این رژیم کمرش خم خواهد شد، در این مورد شکی نیست. ولی بحرانی که ما امروز در عراق میبینیم اینم ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است. امروز در عراق بحران بین نیروهای شیعه عراق وجود داره. ببینید تمام نیروهایی که امروز در عراق به جون هم افتادند، حتی نیروهای مقتدی الاسد که به مناطق دولتی، به وزارتخونه ها دیروز دوباره حمله کردند و وارد مجلس، در دو هفته پیش وارد مجلس و پارلمان عراق شدند و عده زیادی از نمایندگان متواری شدند از مجلس و در واقع دولت العبادی قدرت خودش را از دست داده. این اختلافی است که بین نیروهای شیعه داخل عراق وجود داره و تمام این نیروهای شیعه داخل عراق وابسته به جمهوری اسلامی هستن و از جمهوری اسلامی تغذیه میشن. من نام ببرم چند تاشونه. یکی سپاه در واقع البدر. میدونید سپاه البدر که قدرت اساسی در نیروهای امنیتی و پلیس و ارتش عراقه، این قدرت البدر یعنی لشکر البدر. لشکر البدر در زمان خمینی در ایران تشکیل شد، یعنی یک پدیده ایرانی است. در رأس لشکر البدر نیروهای سپاه پاسداران و کسانی که در عراق بودند قرار داشتند، یعنی در واقع رهبری مشترک داشت و این پدیده جمهوری اسلامی است. و امروز شخصی مانند آقای هادی آمری در رأس اون قرار داره که ده ها سال در ایران بوده، در کنار رهبران سپاه پاسداران بوده و حتی در جنگ ایران و عراق شرکت داشته و امروز در رأس سپاه البدر قرار داره و در حدود 50,000 جنگجو داره. و جالبه که آقای آمری چنین مطرح میکنه، میگه رهبر من خامنه ایست، اون از العبادی و از المالکی هم حتی صحبت میکنه، میگه رهبر من آقای خامنه‌ای است. این یک نیروی است که امروز در مبارزه با نیروهای دیگه قرار گرفته. امروز صحبت از مسئله مشکلی است که در عراق وجود داره، مقتدی الاسدر. ما میدونیم مقتدی الاسدر در واقع این عروسک دست آیت الله های ایرانه، مدت طولانی در قم بوده، در اونجا دوره آیت اللهی دیده و در اونجا بهش آموختن که چگونه در واقع در داخل عراق خرابکاری بکنه و امروز افراد اون وارد در واقع وزارتخونه ها میشن و پارلمان میشن و سعی میکنن دولت العبادی رو فلج بکنن و چنین کاری رو انجام دادن. ما امروز با بسیج مردمی در داخل عراق روبرو هستیم. بسیج مردمی نیروهای شیعه هستن و این نیروهای شیعه رو جمهوری اسلامی در عراق علم کرده برای مبارزه با داعش، ولی امروز این چند گروه در مقابل همدیگه قرار گرفتن. از یک طرف العبادی است، نخست وزیر
کنونی عراق که داره با نیروهای دیگر شیعه میجنگه، از طرف دیگه الملکی است که سابقا قدرت از دست داده، یعنی عروسه که دست جمهوری اسلامی، طرف سوم مقتدی الصدر که امروز وارد صحنه شده و دولت العبادی رو فلج کرده. ما در این شرایطی وجود داریم که تمام پدیده‌هایی که امروز در داخل عراق فاجعه می‌آفرینند، پدیده‌هایی هستند که یا در ایران به وجود آمدند یا مورد حمایت شدید جمهوری اسلامی هستند و ایران در واقع و اینها در واقع همون فساد دولتی و همون غارتی که در ایران انجام میشه در داخل عراق امروز انجام میدن. در داخل عراق هم صدها میلیارد دلار نابود شده. در یک مرحله 6 میلیارد دلار، توجه بکنه خانم افشار، 6 میلیارد دلار پولی که از آمریکا، پول خود عراقی ها، پول خود کشور عراق که در زمان تحریم ها در بانک های آمریکا بوده، از آمریکا منتقل به داخل عراق میشه با یک هواپیما، یک جا 6 میلیارد دلار مفقود میشه. این شرایطی است که امروز جمهوری اسلامی در داخل عراق به وجود آورده و در واقع عراق تیکه تیکه شده. عراق به 4 قسمت امروز تجزیه شده. در شمال کشور کردان که صحبت از استقلال میکنن، به درستی صحبت از استقلال میکنن در این شرایط وحشتناکی که در عراق وجود داره. در مناطق شیعه نشین نیروهای شیعه هستن که حکومت خودشون رو تشکیل دادن، در مناطق سنی نشین سنی ها هستن که میخوان حکومت خودشو به وجود بیارن و در مرکز بغداد، در کشور، در شهر بغداد، در مرکز عراق دولتی است به نام دولت العبادی که چنین قدرتی نداره و در واقع دولت به کلی فلج شده و این کشور به نظر من دیگه نمیتونه در طول تاریخ تمامیت ارضی خودشو حفظ بکنه. دکتر دانش، در تفسیرها، البته دست راستی های امریکا، دست راستی های ایران، کلن تندروها معتقدند که تمام این ناملایمات، این تزلزل‌ها به خاطر عدم کفایت سیاست خارجی آقای اوباماست. خب حالا پرسش سر اینه که تا کمتر از 9 ماه دیگر ما رئیس جمهور جدید خواهیم داشت در کاخ سفید و الان میبینیم بین دو نیروی سندرز که اصلا اینها خب یه گروه دموکراتیک هستن، یه گروه چپ هستن، چپ که البته به معنای پیشرفته، که اصلا با این سازمان و پی و بنای سیستم امپریالیسم امریکا همخوانی نداره، همخونی نداره با این ذهنیت. در طرف دیگر قضیه، هرچند که خانم کلینتون به هر حال کاندیدای حزب خواهد شد، اما اندیشه آقای سندرز اینکه جامعه چه شکلی به جوش آمده، به خروش آمده، به هیجان آمده و حمایت میکنه از اندیشه اون، و بخش دیگر از اندیشه های تندروی آقای دونالد ترامپ که مدام چپ و راست داره خط نشون میکشه. شما فکر میکنید که هر کدوم، اگر خانم کلینتون هم به کاخ سفید بره، مجبور یک مقدار از افکار آقای سندرز رو در سیاست خودش پیاده کنه، چون شرط برنده شدنش در جنرال الکشن یا انتخابات نهایی جلب طرفداران آقای سندرزه. این دو قطب، این دو ذهنیت، هر کدوم وارد کاخ سفید بشن، آیا تغییراتی در این مناطق که ما صحبت کردیم، سوریه، عراق و ایران، سیاست اینها ایفا خواهند کرد یا تأثیری نخواهد داشت؟ کوتاه ابتدا اشاره بکنم به عراق دوباره. ببینین، شما به درستی مطلب عراق مطرح کردین و اینکه عده زیادی انتقاد به آقای اوباما میکنن که آقای اوباما باعث تخریب عراق شده. واقعیت چیز دیگریه. من یک نقل قول میکنم و از این موضوع میگذرم، برای که این موضوعی است که میتونیم ساعت ها دربارش صحبت بکنیم. من یک نقل قول میکنم از آقای فلین، ژنرال فلین. فلین در سال 2013 رئیس سازمان مخفی پنتاگون، یعنی وزارت دفاع آمریکا بوده، و اون چنین مطرح میکنه که اگه ما به عراق نمیرفتیم، داعشی وجود نداشت و عراق در واقع تیکه تیکه نمیشد. اینو کسی میگه که خودش در عراق نقش داشته، ژنرال فلین در عراق نقش اساسی داشته و در اونجا مبارزه میکرده و بعدن میشه رئیس سازمان مخفی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، و امروز چنین مطرح میکنه که بدون حمله ما به عراق
داعشی وجود نداشت. ما باعث این شدیم که عراق، تمامیت ارضی عراق از بین بره و داعش به وجود بیاد، و این مربوط به آقای اوباما نمیشه و این مربوط به در واقع دولت قبلی رئیس جمهور سابق آمریکا آقای جورج دبلیو بوش میشه. این مطلبی است که در این مورد میخواستم مطرح بکنم. مطلبی که شما مطرح کردین در رابطه با آقای ساندرز بسیار جالبه. ببینین، امروز عده زیادی از نظریه پردازان حتی ایرانی در رادیو تلویزیون ایران ایرانی چنین مطرح میکنن که ساندرز یک آدم خطرناک و ساندرز یک آدم سوسیالیست و پوپولیسته، و متاسفانه یک چهره بسیار زشتی از این شخصیت بزرگ تاریخ آمریکا دارن ارائه میدن. من به چند مطلب اشاره بکنم که ابتدا بگم ساندرز شخص پوپولیست نیست. پوپولیست اگه ما ترجمه بکنیم و به این معنا که عوام فریبی است، یعنی کسی که پوپولیسته میاد با شعارهای سیاسی شعارهایی رو مطرح میکنه که میخواد مردم رو به طرف خودش جلب بکنه، ولی اون با این شعاراش نمیتونه در واقع به این شعاراش اگه به ریاست جمهوری برسه جامعه عمل بپوشونه. من مثال مشخص از دونالد ترامپ بذارم. دونالد ترامپ امروز مطرح میکنه که اگه او رئیس جمهور بشه 11 میلیون از مکزیکی‌ها رو از کشور آمریکا اخراج خواهد کرد. این یک شعار پوپولیستی است، این عوام فریبیه. چرا؟ طبق گفته خود متخصصین آمریکا اگه چنین کاری رو بخوان انجام بدن که شدنی نیست، در حدود 20 سال تمام طول خواهد کشید، اقتصاد جامعه به هم خواهد ریخت و مضاف بر این 600 میلیارد دلار مخارج خواهد داشت. یعنی در واقع یک شعار پوپولیستی عوام فریبی که عملا نمیشه اونا اجرا کرد. این چیزیه که آقای ترامپ مطرح میکنه. ولی اون چیزی که آقای ساندرز مطرح میکنه، به طور مثال ساندرز مطرح میکنه که 1% مردم آمریکا ثروت 90% مردم آمریکا رو در اختیار دارن. اون از یک خانواده آمریکایی صحبت میکنه به نام خانواده والتون که ثروتی در حدود 130 میلیون جمعیت آمریکا رو دارن، یعنی ثروتی مساوی با ثروت 130 میلیون جمعیت آمریکا. و جالبه تمام شعارها و ارقامی رو که آقای ساندرز مطرح میکنه رای حل نشون میده. به طور مثال اون طرفداری از این میکنه که هزینه تحصیلی از بین بره و دانشجویان مجانا تحصیل بکنن، یعنی چیزی که در اروپا هم اکنون وجود داره. خانم افشار توجه بکنید، شخص من موقعی که در آلمان تحصیل کرده و دکتراش در آلمان گرفته، ما مجانا تحصیل کردیم. اگه در واقع من میخواستم هزینه عظیم تحصیلی بپردازم، قادر نبودم که در آلمان تحصیل بکنم. پس بنابراین این شعار پوپولیستی نیست. ولی مضاف بر اون آقای ساندرز چنین مطرح میکنه که دانشجویان آمریکایی هم اکنون 1 تریلیون بدهکاران مقروض هستند و از بانک های آمریکا میخواد و از والستریت میخواد که مالیات بیشتری بدن، در واقع بودجه تحصیلات مجانی رو تامین بکنن. و آقای ساندرز چنین مطرح میکنه که در سال 2008 در بحران مالی که وجود داشت این مردم آمریکا بودن که به بانک ها کمک کردن و بانک ها رو نجات دادن، و امروز بانک ها و والستریت باید به مردم آمریکا کمک بکنه. توجه به این مطلب بکنین که طبق گفته آقای ساندرز 6 بانک خصوصی آمریکا ثروتی در حدود 60% از درآمد ناخالص ملی آمریکا رو دارن. 60% از درآمد ناخالص ملی رو. اصلا یه چیز ارقام وحشتناکی است که دربارش نمیشه صحبت کرد. پس بنابراین راه حل نشون میده آقای ساندرز. مطلب دیگری رو که آقای ساندرز مطرح میکنه و به درستی مطرح میکنه، میگه در جامعه آمریکا از هر 5 نفر سفیدپوست بین 30 تا 50 سال یک نفر بیکاره، یعنی 20% مردم بیکارن. و اون چنین مطرح میکنه که ما میتونیم 13 میلیون شغل جدید به وجود بیاریم، شغل جدید، و این پولشو بدین ترتیب میتونیم تامین بکنیم زمانی که ما بهشت‌های مالیاتی رو جلوشو بگیریم. یعنی اجازه ندیم صدها و هزارها میلیارد دلار سرمایه‌داران اینا رو مخفی بکنن و مالیاتش ندن. و اون محاسبه کرده، میگه در سال بیش از چندین صد میلیارد دلار از صندوق دولت با بهشت‌های مالیاتی که در خود آمریکا وجود داره خارج میشه و به صندوق دولت وارد نمیشه. موقعی که این صدها میلیارد دلار وارد صندوق دولت بشه، ما میتونیم اینجا 13 میلیون کار جدید، اشتغال جدید به وجود بیاریم. پس بنابراین راه حل ارائه میده. این شخصیت بزرگی است که نه تنها پوپولیست نیست، بلکه داره راه حل نشون میده. توجه بکنید یکی از صحبتایی که آقای ساندرز میکنه، میگه چرا
باید میلیاردرها بودجه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا تامین بکنن؟ فقط دو برادر کخ در آمریکا چنین مطرح کردند که در مبارزات انتخاباتی امسال ریاست جمهوری $750 میلیون هزینه خواهند کرد. سوال اینه چرا اونا میخوان $750 میلیون هزینه بکنن؟ آیا نمیخوان سیاست وابسته به سرمایه بکنن؟ این واقعیتیه که آقای ساندرز میگه و میگه باید جلوی این پولها رو گرفت. و ما میدونیم که در سال 2010 دادگاه عالی آمریکا رأی میده که هر شرکت بزرگ و صنایع بزرگ آمریکا میتونن میلیون ها دلار حتی میلیاردها دلار به نمایندگان و کاندیداهای ریاست جمهوری کمک بکنن، در صورتی که ما در آلمان محدودیت داریم. در آلمان و کشورهای اروپایی قوانینی وجود داره که شرکت های خصوصی و صنایع بزرگ و کارفرمایان فقط تا حدود 1 یا 2 میلیون میتونن کمک بکنن، نه شخصی یا دو برادری مانند برادر کوخ $750 میلیون کمک بکنن و بخوان در واقع سیاست رو وابسته به سرمایه بکنن، که آقای اوباما هم چندین بار اشاره کرده که وال استریت امروز داره در آمریکا حکومت میکنه. این واقعیت است که باید بهش اشاره کرد. پس بنابراین صحبت هایی که آقای ساندرز میکنه درست میکنه، پوپولیست نیست و راه حل نشون میده. اینی که در کشورهای مختلف مانند عراق و سوریه چه سیاستی را آقای ساندرز به وجود بیاره یا چه سیاستی را ادامه بده اگه در صورتی که رئیس جمهور میشد، ولی خب نشون نمیده که ایشون بتونه رئیس جمهور بشه. ایشون همیشه اشاره کرده که در عراق دخالت نظامی نخواهد کرد، ولی جالب اینه که در تمام این بحث‌های انتخاباتی، دوره اول انتخاباتی، خانم کلینتون روز به روز به موازه ساندرز داره نزدیکتر میشه، به موازه چپ داره کشیده میشه و حتی موضوعاتی که آقای ساندرز مطرح میکنه داره مطرح میکنه و حتی از آقای ساندرز تشکر کرده برای موازش. پس تا زمانی که ساندرز در مبارزه انتخاباتی بمونه، در واقع تضمین میکنه که موازه خانم کلینتون و حزب دموکرات به طرف چپ متمایل بشه و به خاطر همین هم هست ساندرز اعلام کرده که من تا آخرین لحظه در مبارزه انتخاباتی خواهم ماند و در کنگره شرکت خواهم کرد و از موازه خودم دفاع خواهم کرد. و این خودش انقلابی است در داخل آمریکا خانم افشار. بله واقعا این یکی از هیجان انگیزترین انتخابات ریاست جمهوری امریکای. 180 درجه افکار دو طرف با هم فرق داره. حالا کدوم سو در جنرال الیکشن انتخابات عمومی برنده بشن خیلی کنجکاو هستن، چون اکثریت هنوز خاموش هستن. یعنی اونهایی که تا حالا با خانم کلینتون رأی دادن یا آقای ساندرز یا پشتیبانی کردن آقای دونالد ترامپ، اینا اکثریت نیستن. اینا چیزای شاید نیمی یا اندکی بیش از نیمی از جمعیت امریکا باشن، اونهایی که حائز رأی هستن، اونهایی که قاب میتونن رأی بدن. آقای ترامپ زیر این نزدیک 40% رای دهندگان جمهوری خواه بهش رای دادن. اما میخوام ببینم، پرسشم این بود دکتر دانشی گرامی، افکار هر کدام از این دو، هر کدام از این دو ذهنیت به کاخ سفید بره، آیا تغییر ایجاد خواهد شد در منطقه یا اونقدر لجام گسیخته شدن که کسی به حرف کسی گوش نمیده؟ ببینید، مشکل اصلی در واقع در نظام و سیستمی است که در اینجا وجود داره. موقعی که قانونگذاران آمریکا در 4 استان آمریکا، ایالت آمریکا مانند نوادا، داکوتای جنوبی، دلاویر و وایومینگ چنین قوانین رو میگذرانند که بهشت مالیاتی در اونجا ایجاد میکنن، یعنی این اجازه رو میدن به سرمایه که هزارها میلیارد دلار رو در اونجا مخفی بکنه و پول مالیات ندن، پولشویی میکنن و مالیات نمیدن، در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم این مشکل قانونگذاران خود آمریکاست. تا زمانی که این مشکل وجود داره و قانونگذاران در واقع چنین قوانینی رو تصویب میکنن، باید مشکل رو در جای دیگه دید. و به خاطر همین هم است که مشکل ما چنین مطرح بکنیم که با آمدن آقای ساندرز، با آمدن احتمالی که چنین چیزی امکان نداره که رئیس جمهور بشه، میتونه سیستم سیاسی آمریکا تغییر بده بکنه. من به این چنین چیزی معتقد نیستم. خانم
کلینتون میتونه به مواضع چپ کشیده بشه. خانم کلینتون میتونه در آینده نقش مهمی رو بازی بکنه در رابطه با موضوعاتی که آقای سندرز مطرح میکنه و مطرح کرده. باید به این مطلب اشاره بکنیم خانم افشار. ساندرز موفق شده. این ارقام بسیار مهمیه که خود آمار آمریکا، آماری است که در آمریکا منتشر میگه. میگه ساندرز موفق شده 31% از جوانان آمریکا رو به خودش جلب بکنه، در حالی که خانم کلینتون موفق شده فقط 11%. 31% از جوانان آمریکایی که دیگه امیدی به رویای آمریکا نداشتن دوباره دارن به مسائل سیاسی، به صحنه سیاسی وارد میشن. این در واقع اون خدمت عظیمی است که آقای ساندرز انجام داده و خانم کلینتون میتونه بر اساس این حمایت بزرگ جوانان آمریکا با ساندرز این استفاده بکنه و در آینده بتونه مسائل موضوعاتی رو مطرح بکنه که اینا راه حل داره. من یک بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم، مشکلی که امروز جوانان دارن، هر جوانی که فارغ التحصیل میشه در حدود 200-300 تا 400 هزار دلار مقروضه و عده زیادی بیکار میمونن. این مشکل باید در جامعه آمریکا حل کرد. موقعی که صحبت از این میشه طبق آمار خود آمریکا که افرادی که 30 تا 50 سال در آمریکا دارن سفیدپوستان، 1/5 اونا بیکار هستن و اینا کسانی هستن که طرفدار آقای ترامپن. اینا رو خانم کلینتون و دیگران میتونن تغییرات اساسی به وجود بیارن و باید سعی بکنن این سرمایه‌داری لجام گذشته، سرمایه‌داری که امروز در جهان به ویژه در آمریکا عده کمی 62 نفر ثروت نیمی از مردم جهان رو در اختیار دارن، اینا آمارهای رسمی است، 62 نفر از مردم جهان، فقط 62 نفر ثروت 3.5 میلیارد مردم جهان در اختیار دارن. این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این باعث این شورش ها خواهد شد، باعث از هم پاشیدگی خواهد شد و اکنون باید افرادی مانند خانم کلینتون که میتونه رئیس جمهور آینده کشور باشه از این مواضع و از این تزهای آقای ساندرز استفاده بکنه و در این رابطه فعالیت بکنه. البته گفتم مشکل قانونگذارانی هستند در داخل آمریکا که اینها با 100 میلیون مخارج میتونن سناتور بشن. ببینید یک سناتوری که در داخل آمریکا میخواد سناتور بشه 100 میلیون دلار خرج میکنه تا سناتور بشه. خب طبیعتاً موقعی که سناتور میشه این پول باید دوباره برگرده، سناتورها باید میلیاردر بشن یا صدها میلیون به جیب بزنن بتونن به دست بیارن. و هم اکنون ما میدونیم که در کنگره آمریکا و در سنای آمریکا عده‌ای که میلیونران بسیار بسیار زیاد هستن. این واقعیت است که باید بهش اشاره بکنیم و من امیدوارم که خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه بتونه اقدامات اساسی در این رابطه انجام بده. ولی مشکل اصلی همونطوری گفتم مشکل کنگره است، مشکل سناست و مشکلاتی است که خود قوانین آمریکا به وجود آوردن برای رؤسای جمهور این کشور. خب دکتر دانش، به عنوان شاید آخرین پرسش برای امروز، جالب این که آقای موش یلان وزیر دفاع انگلیس اسرائیل استعفا کرد به خاطر اینکه گفت آقای نتانیاهو کفایت رئیس جمهوری نداره، کفایت به خاطر عدم کفایت آقای نتانیاهو بیبی استعفا داد. این شگفت انگیزه. این علت استعفاش هم دلایلی آورده، ولی فکر میکنید چرا نتانیاهو که مردم اسرائیل دوستش دارن، تندروها حداقل، چرا وزیر دفاع به ناگاه میاد رو محکوم میکنه در یه همچین لحظه بحرانی تاریخ اسرائیل و کلن منطقه؟ در واقع خودش یه تیر خطر رها میکنه. خب ببینید، در رابطه با اتفاقات جدیدی که در اسرائیل افتاده و ما میدونیم که عده زیادی از جوانان فلسطینی با ترور، یعنی توسط چاقو به سربازان آمریکایی، به سربازان معذرت میخوام اسرائیلی، باعث این شدن که جو وحشتناکی در داخل اسرائیل به وجود بیاد، تا جایی که جوانانی که با چاقو حمله میکنن به سربازان اسرائیلی اینا در واقع اعدام میشن، یعنی اینا رو با تیر میزنن و اینا رو میکشن، در صورتی که شما میتونید یه سربازی میتونه به پای اون جوان بزنه و اون جوان رو در واقع نظر حمله بکنه به یه سرباز اسرائیلی. ما میدونیم در این شرایط 2-3 سال گذشته در حدود نزدیک به 200 نفر از جوانان فلسطینی که ترور کردند، با چاقو ترور کردند، در این مورد شکی نیست، اینها اعدام شدند، یعنی کشته شدند توسط سربازان
اسرائیلی تا جایی که وزیر امور خارجه سوئد شدیداً اعتراض میکنه و دولت نتانیاهو چنین مطرح میکنه که وزیر امور خارجه سوئد شخصی یهودی ستیزه. ولی آقای دانش ببخشید، این ربطی به استعفای آقای چرا؟ اگه اجازه بدیم من در این مورد میخواست بازی کنم. ببینید در این اواخر در داخل خود ارتش اسرائیل مشکلات عظیمی به وجود آمده، جنرال های ارتش و معاون رئیس ستاد ارتش اعتراض کرده به این طرز کشتن جوانان فلسطین، به ویژه جوانی که در این اواخر کشته شد. میدونین در جوانی به حمله میکنه، دو جوانی حمله میکنن به یه سرباز اسرائیلی، یکی از جوانان توسط سربازان اسرائیل کشته میشه، جوان دیگری مجروح میشه و به زمین میافته و در واقع در حال مرگ و از خودش نمیتونه دفاع بکنه. یک سرباز اسرائیلی بعد از چندین دقیقه که این جوان رو زمین افتاده داره خونریزی میکنه وارد میشه و به مغز اون تیر خلاص میزنه، این اونو اعدام میکنه و این باعث انتقاد شدید در داخل خود ارتش اسرائیل شده تا جایی که معاون رئیس ستاد ارتش اسرائیل شدیداً انتقاد میکنه و آقای یالون از معاون رئیس ستاد ارتش حمایت میکنه، شدیداً حمایت میکنه و مورد غضب و خشم نتانیاهو قرار میگیره در این رابطه. و تا جایی که دیروز در استعفای خودش آقای یالون، موشه یالون که خودش یه آدم از حزب لیکود، از حزب راستی لیکود، باید اینا مطرح بکنیم، ولی آقای یالون در واقع این اخلاقیات داره که مطرح بکنه که آقای نتانیاهو و تمام تشکیلات لیکود و حزبی که امروز وجود داره و ائتلاف دولتی در دست افراطیونه و خطرناک مینمه. میگه من استعفا میدم برای که دولت افراطیون و دولت خطرناک در حکومت. این آقای یالون میگه، موشه یالون میگه و چنین مطرح میکنه، من اعتماد به آقای نتانیاهو دیگه ندارم، به خاطر این استعفا میدم. یعنی در رابطه با همین مشکلات این یکی دو سال گذشته است، در رابطه با برخورد با فلسطینیاس و این اتفاقاتی که در داخل اسرائیل افتاده، آقای یالون استفاده داده. در این رابطه است که آقای یالون به عنوان وزیر دفاع اسرائیل استعفای خودش رو دیروز اعلام کرده و شدیداً به نتانیاهو توپیده و اونو بهش انتقاد کرده و چنین مطرح میکنه که آقای نتانیاهو مورد اعتماد من نیست. افراط افراط، بحران بحران. خب این مناطق هر کدوم، حالا خیلی از کشورهای دیگر ما اصلا راجع به این صحبت نمی کنیم چون در صدر خبرها نیستن، در پشت اخبار روزنامه ها درش جنایت میشه، مردم در فقر هستن، دست و پا دارن میزنن. واقعا جهان هر روز بیشتر به طرف فلاکت میره، هر چی تکنولوژی پیشرفت میکنه بیماری ها کشف میشه، تسهیل میشه، تسهیلات زندگی برای انسان ها آماده میشه، دیگه پیاده نمیرن، با دوچرخه نمیرن، با گاری نمیرن، با دیگه با ماشین سری و سیر میرن و از یک کشور به یک کشور دیگر. چقدر راه، همه امکانات اولیه انسان به وجود اومده، اما انسانیت روز به روز بیشتر راه سرازیری رو میگیره. انسان ها اقلا در دوران گذشته بیشتر به هم توجه داشتن، همسایه به دل همسایه میرسید، اعضای فامیل، الان همه اصلا پراکنده شدن. البته عمومیت که میگیم همه، نه همه، همه هستن کسانی هم نیستن، ولی کلا جهان روابط انسانیش به طرف گسستگی میره، هرچند که منابع هست و پیشرفت ها هست. متاسفانه این مبارزه هستن، این مشکلات هستن و الان حالا همه دنیا چشم این دارن که ببینن کاخ سفید چه کسی میره بتونه این دنیا رو سرزر در یک چشم هم زدن یا با چند فرمان یا با چند شعار عوض بکنه. دکتر دانش بسیار سپاسگزارم. 30 ثانیه حرف پایانی هست قربان در این ارتباط که امروز صحبت کردیم؟ فقط میتونم از شما تشکر بکنم خانم افشار، من صحبت دیگه ندارم. از شما تشکر میکنم برای این برنامه‌ای که با من اجرا میکنین و این برنامه‌ها به نظر من میتونن اطلاعات وسیعی رو
در اختیار بینندگان قرار بدن، یعنی اون اطلاعات ناچیزی که من دارم و میدونین در حدود 40-45 سال روزنامه‌نگار جنگی بودم، خبرنگار جنگی بودم، یعنی به عنوان خبرنگار در جنگ‌های مختلف شرکت می‌کردم، از اون اطلاعات بسیار کمی که دارم میتونم در اختیار بذارم. به خاطر همین از شما خیلی ممنونم که از من دعوت می‌کنین و در برنامه شما شرکت می‌کنم. به شما درود میگم.